از تقریبا 4 سال پیش شروع کردم دریوری به هرات. اولا خیلی سخت بود به خاطر از اینکه همگی اگرچه که همه لکم یکی از دوستای من از چی آمده بودن از خارج آمده بود، بعد برای من پالیم شیشته بود یه جایی می بردم، برای من گفته که والا بسیار کار میکنی تو که دریوری میکنی، بخاطر کل مردم ایله میکنن دیگه نگاه ها از همه طرف به طرف میمیشه. این میگفت واقعا شجاعت میخواه که همه سنگینی نگاه رو تو میتونی که تحمل کنی، اینا به عوض از اینکه رای خود سعی کنن تو رو سعی میکنن و تو جاده یک طرف که باید هوشت به جاده باشه و ای که تو باید دریوری هم خودشان همینطور دیگه میخوای که هوش آدم جمع باشه. خیلی جا را میتن بعض جوان ها مشترنگ میزنن، ما مشترنگ میزنیم. یقیقا خوشم میه از اشترنگ زدن، یک موتر دیگه داشتم تکه تکه شده بود. خب میگفتن این موتر تبدیل کن دیگه، تو بخی بعد از به پشت از این موتر شیشته باشی. میگفتم نه این موتر بسیار دوست دارم به خاطر از اینکه جرات نمیکنن من اشترینگ بزنم. اگه اشترینگ هم بزنن دیگه من نمیمانم، میرم یک چند تا میزنم. سویتا دورانیستم، یکی از خانمای تجارت پیشه و فعال مدنی در ولایت هرات که تقریبا از 7 سال پیش ما شروع به فعالیت کردم، شروع به فعالیت های مدنی. البته بله گوشت لنده ما هنوز امروز کیچیدی گوشت لند پخته کردیم برای شما. یکی از غذاهای محلی هرات است و یکی از غذاهای خیلی معروف هرات دیگه. آشپزی را خیلی دوست دارم، خیلی زیاد، و همیشه آشپزی اگرچه که دیگه روزا بین هفته کار دارم، مصروف هستم، صبح بیرون میشم تا نزدیک های شام به بیرون کار میکنم، شبم که میایم خیلی خسته و مانده میباشم، بین هفته نمیتونم زیاد آشپزی کنم. حالا به خانه مادرم یا خورکای مینا آشپزی میکنن، غذا درست میکنن، ولی خب آشپزی رو خیلی دوست دارم. یکی از کارهایی که فکر میکنم در افغانستان مختص برای خانم هاست همیشه امی آشپزی رو من قبول دارم به دلیل از اینکه خودم خیلی علاقه مندی دارم به آشپزی و غذاهای خیلی خوب پخته میکنم. همیشه کافی است که حدس بزنم چی پخته کنم. ابتکارات نوآوری هم خیلی زیاد دارم به سی آشپزی، فقط کافیست حد بزنم که چی پخته کنم. ایتو نیست که مثلا دنبال دستور پخت، دنبال کتاب آشپزی و این اون برم. همیشه خودم خیلی خوب راحت میتونم یک غذا رو خیلی خوب درست کنم، آماده کنم، همینطور که در ذهنم تصور میکنم، بعدش باعث میشه که بتونم که با عشق و با علاقه هم غذا رو آماده کنم و غذای خیلی خوب هم بشه. بیشتر کارهایی که انجام میدیم ما در بخش خانم هاست، برای ارتقای ظرفیت خانم ها و برای بلند بردن سطح دانش و فهم خانم ها در قسمت های اقتصادی و تجارتی. برای از اینا برنامه های آموزشی داریم ما که در رابطه به حرفه و فن است که حرفه و فن برای از اینا یاد میدیم، و همچنین برنامه هایی که بتونن اینا راحت تر در اجتماع جایگاه خود پیدا بکنن، بتونن که راحت تر کار کنن و راحت تر با مشکلات دست پنجه نرم کنن، یعنی این که راه های مبارزه را پیدا بکنن که چطور میتونن در اجتماع بیاین و شروع به مبارزه بکنن. خانم ها فرخشتر هم، ولی دلایلش هم میخواییم بگم، به دلیل از این که زن مخصوصا در افغانستان زن همیشه در گوشه خانه نگه میدارن، کارهای تکراری، روزمرگی، همه روزه، اینا باعث میشه که خسته بشه، باعث میشه که خسته بشه و کاری که مثلا مرد فکر میکنه که در داخل خانه زن هیچ کاری نمیکنه، این باعث میشه که نه زن بتونه مرد درک بکنه و نه مرد میتونه زن درک بکنه. اگر که بتونن که زن هم مثل مرد باری بیروش از خانه بره کار کنه، مطمئنا زن هم مرد خود درک میکنه، میفهمه که چقدر کار کردن در بیرون از خانه سخت است، و همچنین زن میتونه، مرد میتونه
خانه ما خود درک کنه، اگر که در مسائل خانه بچه داری، مثلا لباس شویی، غذا درست کردن، ظرف شوشتن، این چیزا مرد با خانم خود همکار باشه، مطمئنا مرد درکش بالاتر میره و این باعث میشه که تفاهمات بیشتر بشه و همدیگر خود بیشتر درک کنه. خودم یکی از کسایی هستم که با این که خیلی سن خورده داشتم ازدواج کردم، وقت طالبا بود که با سن خیلی خورد ازدواج کردم، رفتم مهاجرت تیر کردیم و همینطور دوباره پس به افغانستان کامدم، شروع کردم درس و اینا را خواندم و پدرم یکی از کسایی بود که همیشه برام انگیزه میداد، خدا بیامرزه اونا را، همیشه برام انگیزه میدادن و همیشه برام میگفتن که زن باید کار بکنه، هیچ فرقی نمیکنه که زن و مرد، جنسیت فرق نمی کنه. مهم اینه که تو به عنوان یک فردی از این جامعه برای تو نیاز داره، این کشور برای تو نیاز داره که تو بیروشی و مثل دیگه انسان ها در این اجتماع کار کنی. فرشته افشار هستم و مدت 9 سال میشه که ازدواج کردم. 2 فرزند دارم، یکی به نام حامد جان 7 ساله و یکی هم به نام امیر حجت که 4 ساله و یک زندگی خوب و خوشی دارم. منتها در ابتدای ازدواج چون صنف 12 تمام کرده بودم و خواستم که رشته دیگه تحصیل خود ادامه بدم، کمی با مخالفت همسر خود برخوردم، ولی کوشش زیاد می بود و مقاومت کردم تا تونستم 2 سال دیگرم در تربیه معلم رشته اجتماعیات رو بخوندم و تمام کردم و فعلا در یکی از مکاتب خصوصی ولایت هرات به حیث استاد ایفای وظیفه میکنم. داستان نویسی که بوده که از طریق خانم حسنزاده، سوسن حسنزاده، یکی از دوستام بودم، اونا به من تماس گرفتم چون میفهمیدم من با داستان نویسی خیلی علاقه زیادی داشتم. گفتم چنین پروژه هست، اگه میتونی بیا شرکت کن و من هم شرکت کردم و خیلی پروژه خوبی بوده. 2 سفر داشتیم که ما با کابل رفتیم، 1 سفر ما 3 روزه بود و 1 سفر دیگه ما 5 روز بود و همچنان خیلی تجربات زیادی از اونجاها کسب کردم و به دست آوردم، خیلی خوب بود. چون خانم سویتا رو من انتخاب کردم چون یک زن فعالی بودن، گفتم همچنین که گفتم در ولایت هرات و همچنان ویژگی که نداشتم این بود که از حقوق زنها خیلی دفاع میکردم و در مقابل گپ زور اینا مقاومت میکردم و ایستادگی میکردم، به خصوص بیشتر خانواده ها اجازه به زنان نمیدن در ولایت هرات اونا بتونن تنها سفر کنن یا تنها کاری پیش ببرن. بیشتر روزای تعطیل، روزای جمعه و اینا طفلا را میبرم به سر خاک پدر و برادر، بخاطر از اینکه سوها خیلی دوست داره، همیشه یاد میکنه با ای که خیلی خورد بود که خدا بیامرزه اونا فوت کردن، ولی خب پدرم همیشه به خاطر از اینکه خودش یک آدم تحصیل کرده، یک آدم روشن فکر بود، کسی بود که همیشه در داخل خانه ما 5 خواهر بودیم و 2 برادر، همیشه برای دخترها بیشتر از بچه‌های خود اهمیت قائل میشد، به خاطر از اینکه میگفت که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که همیشه زن سرکوب شده در این جامعه و همیشه دختر سرکوب شده و خیلی از فامیلای هستن مخصوصا در هرات که از داشتن دختر برای خود عیب میدانن. امی حالکم همینطور است در امی هرات ما، خیلی از فامیلا هستن که وقتی که دختر به خانهشان میشه عوض از اینکه خوشحال بشن جگرخون میشن و پدر ما برعکس از این بود، همیشه خوشحال بود از اینکه دختر داره و به دخترای خود خیلی زیاد اهمیت میداد و همیشه مشوق ما بود و برای ما میگفت که باید درس بخونین، تحصیل بکنین، بیرون از خانه برین کار بکنین، اما قدر که در داخل خانه شما رول دارین که تا وقتی که در خانه هستین بعد عروس میشین، ازدواج میکنین، برای طفلایتان، برای شوهرتان، برای از اینا مهم هستین، اما قدر اجتماع برای شما ضرورت داره.